زایید، خوش اومدید. ویلکام تو انادر اپیزود آف ماتریکس شخصی حاج سینا. برده های من، نمایشگاه ماشین اینجا. یک روز دیگر، another day in ماتریکس شخصی حاج سینا. قبل از هر چیز من باید اموال و دارایی های خودم رو مراقبت کنم ازشون. یک درس دیگر در مسیر پولدار شدن اینه، بعضی هم از راه سختش یاد میگیرن این داستانو، این درس رو، که اموالت رو سفت بچسب در وهله اول قبل از اینکه هر غلطی بکنی. کش منیجمنت میخوام انجام بدم. چه جالب. حالا کجا مخفی کنم اموالم رو؟ بیام اینجا در دل کوه، اینجا رو میکنم، چستو میذارم اینجا، امرالد ها و دایمند هام رو میذارم تو این چست و هر اپیزود بلا استثنا میام بلاک میذارم جلوش، مثل نرگدا ها. البته چرا بگیم نرگدا؟ چرا اسم بد، لقب بد به خودمون اختصاص بدیم؟ ما صرفا داریم از اموالمون مراقبت میکنیم دوستان. مالت رو سفت بچسب، ویلجر ها رو دزد نکن. تو این اپیزود همطور که از تایتل و ثامنیلش پیداست، قراره که پسیو اینکام رو براه کنیم، شروع کنیم به روش های درآمدزایی که نیاز به حضور مستقیم ما نداره. از راه دور خودش داره کارشو انجام میده، ما فقط مدیریت میکنیم، هر از چنگای چک میکنیم ببینیم که آیا همه چیز داره طبق انتظار. خوی من کو گفتید که با خوی فورچندار اینا رو بکنی بیشتر برات آیتم دراف میکنه. بذارید ببینیم کسی فورچن داره یا نه. اگه فورچن داشته باشن من این هزینه رو میکنم، چرا که هزینه ایه که برگشت داره. ROI یا ابوالفضل، Return on Investment. Return، repeat after me، Return on Investment. Okay. یعنی بازگشت، Return on، یا حالا میتونیم از اینجا مثلا ترجمهش کنیم، بازگشت از Investment، سرمایه گذاری. من اگه این امرالد ها رو خرج کنم بر میگرده به هم. فورچن 3 داریم، کتاب هم نداریم ولی امرالدش رو داریم، 26 تا امرالد داریم، ولی بیشتر امرالد میخوایم چون یه دونه مندینگ هم بزنم تنگش که بتونیم تعمیرش هم بکنیم. تو رو خدا بگید که مندینگ اینجاست و مندینگ رو با خودم آوردم، یادم نمیاد. فلیم پروتکشن افیشنسی 5. الله اکبر، نکنه مرده باشه، کشته شد. انتوره، اگه مندینگ بودی یه دونه همین هورو برت میگردوندم قشنگ اینطوری. بل کن دیگه. حالا اصلا من همه ویلجرها رو از اون ور آوردم این ور، چرا من الان دارم یک ثانیه از وقتم رو تلف میکنم وقتی که میتونم این فارمیو که اتوماتیک نکرده بودم اتوماتیک کنم؟ How? Why? Come to your senses. حاج آقا اینو توی کامنت ها بهم توضیح دادید و منم چون خیلی وقتی که ماینکرافت بازی نکرده بودم یادم رفته بود و این به ذهنم نمیرسید که خب احمقی هاپر بذار اینجا. البته احمق نه، نه من با خودم خوب صحبت میکنم، من خیلی آدم باهوشم، همتون هم اینو میدونید. یا کرا بودو و یا کلستاین. همیشه الفاظ خوب به کار ببرید در توصیف خودتون. حدس میزنم این مندینگی خودشو کشته باشه. آقا میخوایم اولین فارم اوتوماتیکمون رو اینجا براه کنیم. هاپر یک عدد. هاپر اینطوری نبود مگه؟ آها یه چستم میخواست هاپر. احساس میکنم که اگه ماینکرافت به فوتبال بشه تشبیهش کرد، من الان تیم پیشکسوتانم. اگه مسابقه هم برگزار شه من اون پیشکسوتی هم که با اینقدر شکم مثلا 50 سالشه میره تو زمین. یه زمانی دریبل میکردم همه رو، اما الان نمیتونه راه بره. ولی تو ماینکرافت همچین حالتی دارم. البته نه، همین الان گفتم که نباید بد حرف بزنم. جدی میفرمایی؟ ولی همزمان حقایق رو هم باید پذیرفت. آدم نقطه ضعف‌هاش رو هم باید بپذیره. نقطه ضعفم اینه که خیلی وقت ماینکرافت بازی نکردم. مندینگ نبودی ببینی. الان الان اگه حاج سینا بیاد اینجا چست رو بذاره، بیا این ورن تو ریه دقیقه انتیلیت. الان تو گیره اینی که وایسی روی این یک بلاک، بیا برو اون ور. عصبانیت حاج سینا، اینم میذاریم اینجا. حالا اینکه چطوری من تونستم از این فاصله کوچیک این هاپر رو بکنم اون تو کسی نمیدونه، ولی این فارم الان اتوماتیک شد. الان این اتوماسیون دوستان، من از
ظرفیت بسیار بالای قشر خاکستری مغزم استفاده کردم و الان اگر و بعد اینها رو بردارم و بعد دوباره دونه ها رو بیارم بذارم، بذارید عینکم رو در بیارم، چند وقتی که چشمام داره بهتر میبینه، نمیدونم برای چی، احساس میکنم به عینک نیاز ندارم حتی خیلی از ساعت شبونه بود. دونه ها رو بذارم اینجا میتونم برگردم دستم رو بگیرم به بدین صورت و اینجا داره خودش کار میکنه. دوستان کدوم هوشمندانه تره؟ کدوم روش برای درآمدزایی بهتره؟ passive or active؟ I'm asking you piece of shit. بابانی نکنی این الان داره پر میشه، همینطوری نشستم داره اسمس واریز میاد، داره اینجا خودش کار میکنه و بون میل در میاره. بذارید اینم درست کنم، حالا نگن درست نکرد. این الان داره بون میل رو براه میکنه، هرچی اضافات و ضایعات داشتیم میریزیم توی همچین هاپرهایی و کارهای دفتریش انجام میشه. اینجا چرا چیزی کاشته نشده؟ چرا استفاده بهینه نمی کنید از این فضا؟ کرت میکنیم. نه این حقیقت نداره. فضای بلا استفاده بدین صورت و جدا از شوخی، حالا شوخی که داره میکنیم، نوتیفیکیشن هم که اومد برام، ولی جدا از شوخی مبانی بیزنس و کسب و کار توی دنیای واقعی هم همینه. این الفبای بیزنسه که شما الان دارید در دانشگاه ماینکرافت هاردکور حاج سینا یاد میگیرید و اگه دوره های موفقیت حاج سینا رو خریداری کنید همین الان بهتون تضمین میکنم که تا آخر این سال میلادی به درآمد اعجاب انگیزی خواهید رسید. This man has a vision. فکر کنم که مندینگمون رو از دست دادیم یا اصلا نیاوردیم با خودمون. یه لکترن اینجا من تو این چست دیدم، باید سریع ویلیجر مندینگ درست کنم. سرداد در سکوتی مندینگ بی نوایی. خب این ویلیج اکبر بیکار کم نداره، بیاید اینجا ببینم. اشتغال زایی، بیاید کار یادتون بدم آقا. کسی نیومد، کسی نیومد. ببینید واقعیت هم همینه دوستان، مسیر موفقیت مسیر خلوتیه، چرا که خیلی از انسان ها سرشون گرمه اینه که فلان سلبریتی به فلانه چی گفت، وای اکت فلان سلبریتی، خفشید بابا بیاد کار کنید. آهان میز کار نداشتن بچه ها، ببخشید بچه هایی که از قبل لایبرری هم بودن میز نداشتن. کسی ندید؟ بسیار سریع تولید مثل که نمیدونم در شرایط اقتصاد کشور در این وضعیت نابسامان چرا دارید فرزند آوری میکنید. ولی خب واقعا حالا مندینگ نداریم، واقعا جدا از شوخی شاید مندینگ دچار افسردگی بعد از زایمان شد و خودکشی کرد. هونوز اکبر بیکارهای ده کجان؟ بیاین اینجا، بیا اینجا ببینم ان آقا، بیا برو سر کار ببینم، پاشو برو. نشسته خونه بیا اینجا ببینم انبازی دارد. و حالا دوستان میخوام با مفهوم ریسک آشناتون کنم، چون میخوام وقت با ارزشمو بذارم برگردم به اون ویلیجی که ازش ویلیجا رو آوردم اینجا، ببینم که آیا اونجا مندینگ زنده است، مندینگ اصلا هست یا نیست، چه اتفاقی داره میفته. و در نهایت این برای من یک ریسک به حساب میاد، چون میتونم همین مدت رو اینجا سپری کنم، کار کنم، به طور اکتیو یا پسیو درآمد خودم رو افزایش بدم. اصلا قبل از اینکه برم دنبال مندینگ و بخوایم اکتیو اینکام رو براه کنیم، من هر چه زودتر پسیو اینکامم، یعنی اون فارم مرغی که مد نظر دارم رو درست کنم بهتره. حداقلش اینه که این اطراف دارم میچرخم کار میکنم، همزمان اون فارم هم داره کار میکنه، به این میگن مغز اقتصادی. گاله من خدای تکنولوژی ام، 10 تا انشن 10 تا مایکروفارادی. تک نوتس، دفتر شاتون رو در بیارید و یادداشت کنید. اولین فارم مرغ خام حاج سینا، وسایل مورد نیاز، چست 2 عدد، دیسپنسر 1 عدد. حالا تو کار میبینیم. پلن خیلی ساده است، مرغ خام قراره این فارم بسیار ساده و کم هزینه مون برامون تولید کنه، میفروشیم به قصاب و امرالد بجاش دریافت میکنیم به همین سادگی. او مای گاد، فکر اقتصادی رو نگاه کنید. میگن هر چیزی که خار آید روزی به کار آید.
این برو من میتونستم بندازم دور، میتونستم معدومش کنم، الان به کارمون میاد چون میخوایم باش دیسپنسر درست کنیم یک عدد، بلاک میخوایم دو عدد که بلاکامونو اصلا با فرنس براه میکنیم، البته بلاست فرنس میخواست، بلاکامونو میخوایم اسموث استون استفاده کنیم. 10 بار پشت سرم بگید اسموث استون اسلب. چه ربطی داره؟ اسلب میخوایم 5 تا که اضافه هم داریم، 6 23 4 تا، دقیقشو بهتون بگم که جنوشتم 24 تا. ردستون تورش 2 تا، یکی دیگه هم درست میکنیم و خود ردستون هم 5 تا. نبخشید 4 تا. نوشتم دوستان. مفهوم و کانسپت بعدی یادگیریه. من اگه میخواستم خودم بشینم ایده بدم که چه فارمی درست کنم، چطوری مهندسی کنم، خیلی طول میکشید. فقط یه ایده ساده از خودم دادم، این که فارم مرغ درست کنم و مرغ خامو بفروشم و بقیهش رو از ایده های دوستان استفاده کردم، از ایده های افرادی که قبل از من این مسیر رو طی کردن، جاده که من استارت زدم و اینا آسفالت کردن، تهشم شاشیدن حتی. شعر عجیبیه. برای من نمیارزه که خودم بشینم مرحله به مرحله ایده بدم، میتونم برم سراغ منتورشیپ، یک کسی رو انتخاب کنم، یک گروه، یک استادی، یک منتوری که قبل از هاج سینا مسیر رو طی کرده. آها دوتا هم هاپر میخواییم، رسی هاپر رو یادم رفت. اینم از این، الان تمام اینگریدینت های لازم رو داریم، البته خب خود مرغ رو هم میخواییم. حالا من باید لوجستیک های لازم رو به عمل بیارم، یعنی به این فکر کنم خب کجا فارم مرغم رو درست کنم. ترجیحاً باید یک جایی باشه که خیلی صدا شمخ نباشه، صدای این مرغا، و اونقدرها هم ازش دور نشم که فارمم کار نکنه. احساس میکنم یه همچین جایی مثلا این بالا میتونه خوب باشه. محیط را خلوت نموده، فارم را بنا مینهیم با نام و یاد خدا، با رمز یا زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اینجا حاج سینا میره سراغ گوشیش، گوشیش اینجاست. از مرحله به مرحله فارم عکس گرفتم. خب چستو میذاریم اینجا بدین صورت، کجا بذارم؟ همینجا. یه هاپر وصل میکنم بهش، یه اسلب میذارم روش. بلاک مشقی هم نیاز داریم که اینجا درس داریم، برای همچین مواقعی که میخوایم به طور موقتی آیتم بذاریم. بعد میام اینجا بدین صورت، بدین صورت نه بدین صورت دیسپنسرمون رو قرار میدیم و یه هاپر میذاریم روش بدین صورت. مرغامون در نهایت قراره بیان این رو، بدین صورت شیشه میچینیم اینجا و یه دونه رو اضافی گذاشتم کسی ندید، به همین شکلی که میبینید. و اینجا یک عدد بلاک میذاریم، دستمونو میذاریم روی شیفت و الان قشنگ خواهید فهمید که داستان از چه قراره. مرغا تخم میذارن، این دیسپنسره پرت میکنه بیرون، جوجه میشه و جوجه نیم بلاک بیشتر اشغال نمیکنه. This is the genius of this farm, my friends. و وقتی که مرغ بزرگ میشه، ارتفاعش از نیم بلاک بیشتر میشه، کلش میره توی این استون، دمیج میخوره و میمیره، بلاک از توی اسلب رد میشه، عذرخواهم آیتم، میره توی این هاپر، در نهایت اینجا پر و مرغ خام دریافت خواهیم کرد. جای تعجبه. As easy as that, my friends. As fucking easy as that. این پشت یه بلاک، البته این بلاک مشقی ها رو بهش فکر نکنید، اگه میخواید در زود دست من فارم رو درست کنید فعلا به اون فکری نکنید. یه گلس اینجا و یه گلس اینجا، اینجا و اینجا و اسلب هایی که داریم رو بدین صورت میذاریم روی این گلس ها. ارتفاع اینجا رو کردیم یک و نیم بلاک که مرغا نتونن از توش در بیان. حالا باید این بلاک مشقی همون رو بذاریم، مرغ بیاریم این تو. به گفته دوستی که این فارم رو طراحی کرده و امتحان کرده، حداقل 24 تا باید مرغ اینجا باشه که برام بسرفه، صرفه اقتصادی براشه. حالا من مرغ از کجا گیر بیارم؟ خوبیش اینه که دو تا هم بیاریم، میتونیم حالا فارم اون رو اجالتا استارتش رو بزنیم، بعدا همونطوری تکثیرش کنیم تو همون فضایی که هستن. و اینجا نعمت و فراوانیه که براه در فارم های زنجیره‌ای حاج سینا. Where's the مرغ؟ Where the مرغ زد؟ مرغز ور، ور مرغ. قربونت برم، بیا اینجا. اولین مرغ رو به راه کردیم، اینو اول برسونیم. بیا اینجا قربونت برم، بیا جایزه دارم برات. اصلم بیا 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 بیا. آها قربونت برم، برون تو. Daddy's watching you, remember. Look at John Cena's face. Cena has been beaten. مرغ بعدی
مسیریابی ام پی سی توی ماینکرافت ولی خیلی قویه انصافا. بیا اینجا برو پیش عمو و حالا جفتگیری رو هم به راه کنیم، تعدادشون اجالتاً بیشتر بشه. الان اومدم این پشت، پشتش به ماست، یک عدد بلاک میذارم اینجا و ردستون به این شکلی که الان باید رو دست سلطان ببینم، اینطوری ردستون میذاریم و حالا ترچمون، ترچ اول میذاریم، یک کلوز لوپ ایجاد میشه طبق قوانین نمیدونم ریاضیات و سیمکشی های مهندسی. این که سوخت یه صدای فس داد، یه ترچ دیگه میذاریم بغل، سردرد میگیریم اینجا چقدر صدا داره، خوبش دور ساختمش، اینجاشو ندیده بودم که انقدر سر و صدا داره. البته که میتونیم صدا شاید تنظیمات بازی کم کنیم، مثلا صدای این المنت های به خصوص رو فقط ببندیم و الان فارممون قاعدتا باید کار کنه. خیلی خوبه، تو این فاصله صداش صفر میشه، من تازه میتونم 3-4 تا دیگه درست کنم و اینه اولین فارم ها. بذارید بخوابم قبلش، ویلجرامون اونور نمیرن، ویلجرامون به فاک نرن اونور. و اینه قدرت فارم های پسیو اینکام هاچسینا، خیلی قویم. الان اینجا برای من ریونیو جنریت میکنه، درآمد میزاد بدون اینکه نیاز به حضور اکتیو من داشته باشه. یکم بچرخیم ببینیم چقدر طول میکشه تا اولین درآمد پسیومونو به دست بیاریم. حالا درسته که امرالد برامون دراپ نمیکنه، اما یک اسست میتونیم بگیم به مرغ مرغ مرده، نمیدونم، یک دارایی برامون به ارمغان میاره. مثل اینکه اینایی هم که کاردار نمیشن باید به طور کاملا رندوم و تصادفی یک بلاک لاوا نمیدونم چطوری کنارشون قرار بگیره که بسوزن. و نمیدونم، چیزی که به ذهنم میرسه اینه که اجالتا حد اکثر بهره وری از این فارم های زیبامون رو به راه کنیم، سیب زمینی ها رو بیشتر کنیم. توی کتاب ریچست من آف بابلان، ثروتمندترین مرد بابل، میگه که آقا اینطوری بچه‌تون رو نخورید، پول بچه شماست، بچه‌ای که خودش میتونه بچه دار شه. ها؟ اینا رو الان میکارم و خود این بچه‌ها برای من بچه میزان. میگن پول پول میاره، یک روز بخور نون و تره، یک عمر بخور نون و کره. این سوبرترین و توکوننروترین ضرب المثل فارسیه ولی متاسفانه حقیقت داره. تا اینجا فارممون اومد جلو، یه دور دیگه تولید مثل رو اینجا به راه کنه برای اینا هاچسینا، اثر مرکب شن، سری تعدادشون ضرب شه و زیاد شه. نکته جالب اینه بچه ها که من به شدت حوصله‌ام سر میرفت توی ماینکرافت و هیچ پلنی نداشتم، هیچ برنامه‌ای نداشتم توی خود بازی، و از وقتی که دوباره هدف دارم اومدم بازی رو برای خودم فان کردم، گفتم بذار تو بازیم کار کنم، حتی وقت نمی‌کنم سرمو بخارونم، همش میگم خب الان چقدر وقت کم دارم برای کارهایی که برنامه‌ریزی کردم توی یه اپیزود انجام بدم. از وقتی که شروع کنید پلن ریختن و هدف گذاری کنید، آدم میفهمه که چقدر زمان اتفاقا کم داره دیگه، حوصله سر رفتن و اینا معنایی نداره اصلا. بزرگ نشدید، مکمل‌های غذایی نمیتونم بدم به اینا، سریعتر بزرگ شن. ببندمشون به هورمون حقه های ماتریکس. تو کونت میخوره؟ نه تو کونت میخوره. برای افزایش جرم و وزن مرغ ها و فروش بیشتر، جوجه کشی هاچسینا و شرکا. Still nothing. نه یه سمت فارم من نمیه، یه انطوره، برو عقب ببینم. خب بذارید ببینم، بذارید یک سطل درست کنم تا یکی دیگه از مهمترین مبانی اقتصاد رو بهتون یاد بدن دوستان. میام اینجا سراغ یک سطل لاوا. جان من تا حالا سطل لاوا بر نداشته بودم، این تو یعنی مثل که بر نداشته بودم. میام به طور سوسکی، کسی حواسش نیست اصلا. حذف نون خوره اضافه. خوشحال میشم یه ملاقاتی با هم داشته باشیم. نگاه کن زنازاده رو، نگاه کن، فهمید اومده یه جایی که چوبه، نمیتونم من لاوا بذارم، بالاخره که گیرت میارم، بالاخره که یه جا خفتت میکنم. اینطوری ای چرا سوختی؟ وای حسب نونخور اضافه، تو الان چه کارایی داری در این سیستم مانیتری سیستمی که من طراحی کردم برای افزایش درآمدم؟ بمیر بابا، یه تخت خالی شد، رفقا تولید مثل رو میتونن براک کنن و بچه هاشون دیگه میتونن صاحب کار بشن. پول مفت من اینجا در نمیارم که همینطوری خیریه زده باشم اهدا کنم بهتون. جمع کنید
اون اندام بدنتونو که باید. هر کاری که حاج سینا میکنه در راستای افزایش تولید و سرمایه خودشه و در نهایت حالا مقداری هم رفاه دوستان. خدا قهرش میگیره، یک سیل میاد همه رو میبره. هنوز رشد نکردن اون مرغا، بذارید دیگه رشد کنید. نمیدونم، تخت اضافه کنم براشون، برای عشقای خودم. نونخور اضافی خدا نگهدار. ای الله اکبر، کارماش داشت منو میگیره. فعلی بلا که آب اینجاست. اناقا بمیر، عبرت بگیرید. کسی اینجا کار نکنه الاف هم اینطوری بخواد بچره برای خودش یللی تللی کنه، سرنوشتش اینه. بهن میگن تاف لاف، یعنی عشقی که سرسختانه است. نمرد اناقا سگ جون، پرو پرو بایستاد اینجا داره من رو نگاه میکنه. بعضی اوقات آدم ها مخصوصا مرد ها باید در عشق خودشون سختگیری به خرج بدن. بیاید اینجا بینم تولید مثل رو برا کنید بستو، خرجیتونو بدم. مفخور و دولر رو نگاه کن، هویجم بر میداره اناقا، بدون اینکه هیچ چیزی کانتریبیوت چه حرکت ریسکی کردم، بدون اینکه هیچ چیزی کانتریبیوت کنه روش نکردید. چقدر جالب، بلاکو صفر کردیم، سر و صداش قطع شد اصلا. و این دیگه پسیو اینکام دوستان، من برم آب بخورم اصلا، اینجا داره کار خودشو میکنه، من برم آب بخورم بیام. یکم هم اکتیو اینکام براه میکنیم، چقدر سوبر صدا بلاک نمیاد اصلا. Just chilling, having fun, on my own, alone. آهان، مثل این که دارم بزرگتر و بزرگتر میشم. و اینجاست که حاج سینا فرایند بازیافت و استفاده بهینه رو به راه میکنه. سرمایه هم داره ثانیه به ثانیه بیشتر میشه، هم تو دنیای واقعی هم تو دنیای گیم. به به، قربونت برم برده ی آینده من، بفرستمت مدرسه یه سری چیزایی که قرار نیست اصلا توی دنیای بزرگسالی به دردت بخوره رو یاد بگیری، بعد به کار کنی واسه من. نیا کنید این هیوی ماشینری، این تیکه بسیار زیبا که اوج تکامل هوش و ذکاوت و تکنولوژی بشری چطوری داره کار میکنه. My beautiful کشاورزز. یکیشون به من تخفیف میداد، البته خیلی وقت باش کار نکردم دیگه، تخفیفشو برداشته سلطان، اشکال نداره. ما که میفروشیم بهت، ما از اونش نیستیم، پشتتو خالی کنیم. به دوباره آف زد، نشون داد که مرد عمله. ملونم باید شروع کنم به کاشتن و کاریدن. پامکین خر دیگه نداشتیم، شاید پامکین الاغ داشتیم. ها ها ها، به اینجا عشقم برات جایزه دارم. ها ها، چقدر شد؟ 22 تا. این وسیلمون هم کامل تعمیر شد دیگه، مندینگ دار نداریم. خوشگلم، اینم از اون ملون میخره. 22 تا امرالد دیگه به صندوق و گنجینه اموال حاج سینا اضافه شده تا اینجا. به به، از این پیرمرد خسیسا، بهتره این پیر زن خسیسا که پولشون رو میذارن تو بالشت فاکینگ، بدون افزایش سرمایه، حداقل سرمایه نقدی. اپیزودمون رو به پایان نبریم. الان من دارم فشار میخورم که اینا چرا زودتر نمیذارن که من ویدیو رو تموم کنم، ولی اینم بخشی از پروسه است بچه. جدای از شوخی، توی هر مسیری که آدم قدم برمیداره، چه میخواد یه ورزشکار حرفه‌ای بشه، موسیقیدان شه، موزیسین شه، بازیگر شه، بزنه تو کار و کاسبی، هر چیزی، هر هدفی که داره، سختی داره دیگه، صبر میخواد، حوصله میخواد. هیچ چیزی رو راحتی دو دستی تقدیم آدم نمیکنن. الان شک افتاد در دلم، نکنه که من فارم خوب طراحی نکردم، چون همه این تخم ها داره دراپ میشه ولی هیچ کدومشون جوجه نمیشه. اما من ایمان دارم به بیلد خودم، با اینکه 7 8 تا پشت سرم خورد و جوجه نشد که احتمالش هم خیلی کمه. زایید زایید زایید، گفتم من ایمان دارم، I'm a believer. بچه دمتون گرم که این اپیزود رو هم تا انتها تماشا کردین. بنده خدا حالا قرار به فاک بره در آینده نزدیک، ولی تبدیل میشه به اولین asset و دارایی حاصل از پسیو اینکام حاج سینا بدون دخالت دست. البته خب اولش هر پسیو اینکامی، هر منبع درآمد پسیوی نیاز به حضور اکتیو و فعال داره که من فارمو ساختم، اینا رو هم یه ذره تکثیر کردم، ولی از اینجا به بعدش دیگه سراشیبیه. قراره که روز به روز به امرالدهای حاج سینا و شما خوبان، رفقای خوبم،
در گیم و دنیای واقعی اضافه بشه با در نظر گرفتن این پرینسیپل ها و اصول اولیه درآمد امرالدی. مرسی که همراه بودید، دمتون گرم، تشکر بابت حمایت هاتون و خدافظ تا ویدیوی بعدی.